اگر دوست داری یاد بگیری که چجوری بهترین زاویه یه تابش نور رو برای رندرهای خارجی به دست بیاری، بهت توصیه میکنم که این ویدیو رو تا انتها ببینی. سلام میکنم به همراه های خوبمون. من امیر محسن صابر ماهانی هستم و قراره امروز به تو یاد بدم که چجوری بهترین زاویه تابش نور رو به دست بیاری. اگر که داری این ویدیو رو از داخل چنل یوتیوب میبینی، حتما اون رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک یا دیسلایک کن. نظرت رو در انتهای این ویدیو حتما برای ما بنویس و یک سر به شبکه‌های اجتماعی و وبسایتمون بزن، چون توی هر کدوم از اینها آموزش‌های مختص به خودشون وجود. برای اینکه بخواید زاویه تابش مناسب رو توی پروژه به دست بیارین، باید چند تا نکته رو بدونید. اول از همه، نور کلاسیک نور 45 درجه است. یعنی یکی از راه‌های به دست آوردن بهترین زاویه تابش اینه که بیاین تحت زاویه 45 درجه چه نسبت به ساختمان و چه نسبت به اون زاویه‌ای که داره نور تابونده میشه، بیاین اون زاویه 45 درجه رو براش رعایت کنید. اما اگر دنبال این هستی که دقیق تر بدونی که چه زاویه تابشی مناسبه، باید زاویه تابشی انتخاب کنی که وجوه ساختمان شما به صورت یک نواخت روشن نشه. به این دوتا باکس اینجا دقت کن. وقتی که خوب نگاهشون کنی میبینی یکی از اونها به دلیل اینکه تمام وجوه اون هم ارزش بوده، یعنی نوری که به این باکس تابونده شده، باعث شده که همه این سطح‌های باکس به یک نسبت نور دریافت کنن. برای همین شما نمیتونی تشخیص بدی که این یه دونه باکسه. اما این یکی رو وقتی داری نگاه میکنی، با خاطر اینکه نوری که تابونده شده برای سطوح مختلف این باکس هم ارزش نبوده، باعث شده که شما بتونی تشخیص بدی که حجم این چیه؟ باکسه. پس در نتیجه با نور پردازی مناسب میتونید کامل به کارتون بود بدین. این خیلی نکته مهمیه ها. وقتی میخوای زاویه تابش رو تعریف کنی، نمیای منبع نور رو دقیقاً مستقیم نسبت به کار قرار بدی، چون باعث میشه که سطوح شما هم ارزش بشه. معمولاً شما یک زاویه رو براش میای در نظر میگیرین که میتونه همون زاویه 45 درجه باشه. به عنوان مثال الان که شما توی این پروژه بیای نگاه کنی، میبینیم منبع نور ما تحت این زاویه تابونده شده. من دوست دارم بیام الان این نمای پرسپکتیوی که اینجا دارم رو لایکش کنم تا بتونم بیام داخل نمای تاپ و از اونجا به سادگی زاویه تابشم رو بیام تغییر بدم. همون جوری که داری میبینی الان زاویه تابش ما به این صورته، یعنی اومده تحت همون زاویه 45 درجه و مجددن تحت همون زاویه 45 درجه نسبت به ساختمان تابونده شده که داری میبینی این خروجی رو داره به من میده. من میتونم بیام الان شروع کنم به جابجا کردن. اگر که به عنوان مثال قرارش بدم دقیقاً جلوی ساختمان اتفاقی که میفته، نگاه کن الان خروجی ما خروجی شاید خیلی مناسبی نشده. چرا؟ به دلیل اینکه سایه ها پشت آبجکت های من افتاده و از طرفی خود این ساختمان درسته که بود داره، ولی وقتی که سطوحش رو با دقت نگاه کنین اون کیفیت رو از کار گرفته. اگر که من بیام تحت این زاویه بیام قرارش بدم، باز هم خروجی مناسبی رو داره به من میده. چرا؟ با خاطر اینکه ما توی کارمون موفق شدیم بیایم صراحت و ابهام رو به وجود بیاریم. یادت باشه وقتی داری کارت رو نورپردازی میکنی، چه توی رندرهای داخلی و چه توی رندرهای خارجی، باید توی کار صراحت و ابهام داشته باشی. یعنی یه جاهایی کاملا صریح و واضح مشخص باشه و یه جاهایی از کار رو باید ابهام ایجاد کنی، بذاری مبهم باشه. الان نگاه کن، ما اینجا کامل صراحت و ابهام رو داریم، یعنی بخش هایی از کار کاملا صریح، بخش هایی از کار کاملا مبهم شده و این باعث میشه که این زاویه تابش برای من یک زاویه تابش بسیار مناسب تعریف بشه. اما اگر من بیام این زاویه تابش رو براش انتخاب کنم، چه اتفاقی میفته؟ وقتی که شما بیاین نگاه کنید، میبینید اون وجوه اصلی موضوع من، میبینید که ارزشش چی شده؟ کم شده.
چرا ارزشش کم شده؟ با خاطر اینکه هیچ نوری دریافت نکرده، یا اگر که من بیام نور رو پشت ساختمان قرار بدم، باز به همین منوال میبینیم موضوع اصلی ما که باید روشن میبود الان به صورت تاریکه و خروجی مناسبی رو به ما نداده. حالا شاید من بیام الان ارتفاع این رو کم کنم، وقتی که ارتفاع رو کم کنم باز نگاه کن این خروجی رو داره به من میده. یه زمان هست شما از عمد داری این کار رو انجام میدی، یک هدفی پشت اینه، هدفت اینه که فرض کن مثلا یه قسمت هایی از ساختمان رو بیای چراغاش رو روشن کنی، لامپاش رو روشن کنی، روشن‌تر دیده بشه، اون اشکال نداره. اما اگر که هدفی پشتش نیست، طبیعتا این زوایای دید زوایای دید مناسبی نخواهد بود. پس همون جوری که دیدین الان توی این پروژه من به دو تا زاویه تابش رسیدم که این دو تا زاویه تابش ما خروجی مناسبی رو به ما داده. یکی این زاویه تابش بود و زاویه تابش بعدی ما اگر اشتباه نکنیم بله از این ور بود که دقیقاً ارتفاعش رو هم من میام اینجا تعریف میکنم و جابجا میکنم تا تبدیل بشه به اون زاویه تابشی که ما نیاز داریم. وقتی که شما این قانونی که من به تو یاد دادم رو بدونی، میتونی بیای بهترین زاویه تابش رو برای پروژه های خارجیت انتخاب کنی. حالا تو به من بگو که چه تجربه ای داشتی از این زوایای تابش و تا امروز توی پروژه‌ت اومدی چه کارهایی رو انجام دادی؟ من خیلی وقتها توی کارهای بچه‌ها به وفور دیدم که بچه‌ها میان به اشتباه اونقدر مستقیم نور پردازی انجام میدن که این سطوحشون، برجستگی‌هاشون، بیرون رفتگی و فرو رفتگی‌هاشون دیگه دیده نمیشه. اما با این قانونی که من به تو یاد دادم قطعاً میتونی زاویه تابش مناسب رو برای پروژه‌ت پیدا کنی. حالا نگاه کن، من الان کاری به این ندارم که ما سایز منبع نورمون رو کوچیک تعریف کردیم و کاملا اشتباهه، باید یه مقدار بزرگتر بشه که سایه روشنمون نرم باشه، این مهم نیسته. الان من میخوام بیام این دوتا رو با هم دیگه کامپر کنم ببینم کدوم زاویه تابش برای ما مناسب تره. داری میبینی قشنگ دو تا خروجی متفاوت رو داده که نقاط قوتشون با هم دیگه فرق میکنه. یکی از اونها رو وقتی که نگاه کنی به این صورت یه ریتمی رو ایجاد کرده توی نور پردازی، اما یه لکه روشن و تاریک رو اینجا برای ما انداخته، و یکی دیگه از اونها رو نگاه کنی میبینی سایه درختی که روی زمین افتاده خروجی مناسب‌تری رو شاید به ما داده. این شما هستین که باید تشخیص بدین که کدوم یکی از اینها میتونه زاویه تابش مناسب‌تری برای شما باشه نسبت به اون کمپوزیسیون و ترکیب بندی که داری توی کار میبینی. باید تو تشخیص بدی که کدوم یکی از اینها خروجی قوی‌تری رو میتونه به ما داده باشه. حالا وقتی شما به موضوعتون نگاه کنید متوجه میشید که همون زاویه تابش کلاسیک ما یعنی 45 درجه و 45 درجه بهترین زاویه تابش میتونه برای ما در نظر گرفته بشه. بچه ها تمام اینها رو ما توی دوره ویره آوانگارد به بهترین شکل ممکن اومدیم آموزش دادیم. پس لطفاً برید و از این دوره فوق‌العاده و کم نظیری که روی ویره ورژن 52 ما آموزش دادیم حتما استفاده کنین. نظرتون رو در رابطه با این ویدیو برای ما بنویسید. این ویدیو رو لطفا برای دوستاتون ارسال کنید و حتما سراغ شبکه‌های اجتماعی دیگه، مخصوصا وبسایتمون هم حتما برید، چون کلی آموزش فوق‌العاده وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید.